داماد سر جلسه خواستگاری گل رو به خواهر عروس داد. دوستای گلم سلام، امیدوارم کانال تو حسابی خوب باشه. آرش کماگیر هستم، خوش اومدیم به ویدیو جدید دیگه کانال یوتیوب خودتون. پس از مدت‌های مدید می‌خوایم برگردیم به اون ویدیویی که اوایل درست می‌کردم، یعنی عروسی‌های خنه‌دار. فکر کنم تا حالا با اون رقصایی که درست کردم در شش سینا حداقل 7 8 10 قسمتی هستش. همه توی لیستی گذاشتم قسمت دیسکریپشن یا همون توضیحات، می‌تونید کامل ویدیو رو نگاه کنید. بدون معطلی بریم سراغ ویدیو جدید. وقتی از قهوه خونه سر محله زن میگیری چرا؟ او؟ خدا قوت عشق از داد و دست خوش تو کمرم فراونه نمیدونم کجا. چرا رو زمین خوابی در روز داری میرخصه؟ ایران دیگاره؟ چه دلبری میکنه عروس؟ کاش اینو با صدای اصلیش داشتی اون موقع میفهمیدیم چی به چیه. حیف چرا صدای اصلیشو قطع کردن. واقعا اگه توی مجلس یه نفر عاقل نبود بیه بزن بگه زن بلند شو خجالت بکشین، چه مدل رقصیدنه؟ برو بلند شو، بلند شو، تخمه سگ خجالت بکش، تخمه سگ. بعد بخوریش داداش، روز عروسیش بود، امیدوارم بهش خوش بگذره. چه کاری بود کردی؟ به به، عروس دوماره زیبایی داریم. ریدی ولی عوضش یه هوی وارد زندگی مشترک شدن، قبول داریم؟ چرا هیچ چیزی سر جاش نیست؟ دوماد الان کدومه؟ چقدر عجیبه. این از اون ویدیوهاست که بعد چند بار نگاه کنی شاید متوجه بشی، ولی تا الان من هرچی بیشتر نگاه کردم کمتر فهمیدم، یعنی میبینم ولی متوجه نمیشم. واقعیه؟ یه دفعه صبر کن، یه دفعه وایسا. آروم وایسا. نیلوفر رو نیلوفر بیا کنار. قیافه دوما دارن دیدنیه. باز نکن. حس و حالت چی هستن؟ اصلا ببین نیلوفر رو جون. وای فقط پایه به سره. دوما در دست رفت. آخ آخ، از این مراسم ما که چقدر ازش ما ویدیو درست کردیم. برو بریم. انرژیش عالیه. این نوازنده ها دیگه نسل پسا فسنقری هن دیگه، که از اون استاد ایده گرفتن تو کارشون رو بردن جلو. دمشون گرم. خیلی دارم میخواست تو یکی از عروسی ها باشم. شما چطور؟ خیلی دارم واسه اینجور عروسی ها تنگ شده برم اونجا، هیچ کاری نکنم، فقط بشم گوشه نگاه کنم، کلی کیف میده. نه قبول داریم؟ نوشته تو ازدواج کن ما کمکت میکنیم. کمک ها چای خوریه. داداش موقع ازدواج اینا به کمک ایشکی حساب نکن، کار خودتو بکن. نوشته داماد سر جلسه خواستگاری گل رو به خواهر عروس داد. اوه جز گل
Yes, shit. And go. قیافه عروس فقط چطور میتونی تو تشخیص نهی داداش؟ اونم روز اول بذار قیافهشو نگاه کنی؟ اوکی یه ذره شبیه هستم ولی واقعا فرق میکنه دیگه. شیت با اینجا قیافه عروسه دیدنیه، لبخند داره میزنه ولی داره میگه کونت پاره است. واسه دسته گل چی کار داره میکنه؟ واقعا حلالت باشه اون شوهره که گیرت میاد، از جین و دل مایه گذاشتا، خدا قوت. اینجا باید بگیم بهش واقعا نگاه کن، همه رو زد کنار، پایه رو آورد تا اینکه گل رو بگیره، دمش کرد. ولی نگاه کن بچه ها، یه ذره اینجا شبیه رضا شفیع جم نیسته؟ بعید نیست به خدا این رفته تو جلد اون. نوشته وقتی بابات از رفتنت خوشحال هم میشه. عالی بود، با پاش میندازم و لباس عروسو. عروسو دوماده بگو برای این صحنه رو دیدم، مخصوصا عروس چه حالی شده. خب یه اتفاق خیلی جالبی افتاده، بریم از زمان خود آقای داماد بشنویم. آقای داماد خوب هستی؟ متولد چندی؟ 80. خانومتون چند سالشونه؟ 65 سالشونه. اوه عاشق همین یا نه؟ واقعا فکرش نمی‌کردم عاشق بشم. جدی میگی؟ دو تا سورپرایز پشت هم، دهه 80 این پسره، بعد زنش 65 سالشه. سورپرایز دوم، ملاک شما که اصلا پول نیست اصلا. بعد اینکه ساکن کجا هستن؟ الان اسپانیا هست. اسپانیا هستن الان. به به. و اینکه پولدارن؟ بله. بلاکت اصلا پول نبوده. حتی بگیم اون خانم 65 ساله، خانم سرپا، ورزشکار، روپا، میوه خور، سالاد باز، همه این هم در نظر بگیریم، بازم داداش نمیتونه فقط بلاکت پول نبوده باشه. ایشاله که به پای هم که نه، ولی به پاشون پیرشیم. بلوه شما کار خوب بود؟ خانم دو برابر پول زد. نه به شما بیرد. آره اصلا ملاکش پول نبود، دو برابرم پول زد. راستی کانال تلگرامو چند وقت راه انداختم، این زیر می‌نویسم، لینکش هم تو قسمت دیسکریپشن می‌ذارم، حتما اونجا عضو بشین. واسه بچه‌هایی که داخل ایران هستن و کسایی که کم و بیش از ویدیو من خوب مطلع نمیشن، چون تو کامنت‌ها وقتی می‌خونم می‌بینم که بعضی‌ها میگن آرش مثلا چه عجب ویدیو گذاشتین، در صورتی که نمی‌دونن که من یه روز زمین حداقل دارم ویدیو می‌ذارم. اگه اون کانال تلگرامو جوین بشین، از تک تک ویدیوهایی که من دارم می‌ذارم با خبر می‌شین و آپدیت‌های دیگه هم اونجا وایس می‌ذارم یا ویدیو می‌ذارم، باهاتون در ارتباط هستم. حالا می‌خوام عکس بگیرم، یه ذره جمع‌تر جمع‌تر جمع‌تر. آدم از دست اشراتو بگیر. ای با جناقش بود، دستشو گرفت، فقط لبخند دوماد و نگاه با جناقش هر کسی که هستش. یه ماتریکس عجیبی قرار گرفتیم، اصلا یه چیزایی میادم هوش از کلش میپره. داشتیم زندگی اونو میکردیم دیگه، چی شد رفتیم سراغ اینجور ویدیو ها؟ وقتی تو عروسی داری خیار میخوری و میفهمی که دوربین روته. راست میگه، دقیقا همیه تو عروسی ها. چقدر قدیما اینجوری بود؟ بشی بگم، من خودم چند بار فیلم برداری عروسی کردم. اینجا آلمان تازه اومده بودم، توی استودیوی عکاسی ترکی بود کار میکردم فیلم برداری و اونا عادت داشتن از همه چی فیلم بگیرن. با من خجالت میکشم، مجبور بودم برم بالا سر اینا که دارم غذا میخورم فیلم بگیرم. وای هرچی میگفتم به خدا قشنگ نیستا، میگفتن نه همه رو بگیری. الان دقیقا یه رو افتادم، چه روزایی بود. وای اون فیلم راز موفقیتتون چی که تونستید حمیدو به شوهر تبدیل کنید؟ حمیدو بگیرن. بعد چند سال گره؟ 11 سال. یه پای مقدس 8 سال بود. 11 سال. همین تبریک میگم. دمتون گرم واقعا، دم جفتتون گرم. خدا قوت داره اینجا بهتون بگم. دمتم گرم. خواهر عروس هستن ایشون، اینجوری که نوشته شده اینجا. داما به نظر تجدید نظر بکنه، از دیر نشده. اینجا خودرون نظام‌آباد، کل هدیه شاه داماد 3,930,000,000 تومان در تعداد 890 نفر دست عزیزان همگیتون انشاءالله.
4 میلیارد جمع شده تو نظام آباد واسه شون. مامان اون چمدون من رو جمع کن میخوام برم. کجا میخوای بری؟ میخوام برم زن نظام آبادی ها شده. اون میشه گی یکی نمیشه پسرده گشنه من 100,000 تومن آورده گره گشنه خجالت ها نمیکشه و یه گره گشنه اسو فامیل طرف هم گفته بابا به فنا شده. خب شاید بنده خدا پول نداشته، حالا چه کاری بود اینجا اسمتشو بدی به باد گدایه تو برام مهمی. آقا یه ویدیو واسه تون دارم، اینو من تو پارسال پیارسال توی که ویدیو استفاده کم دوباره دیدمش، گفتم حیفه احتمالا خیلی نایده باشم. این از اون رقصای سمه که دیگه گیرتون نمیاد دیدنش. خیلی خوبه این رقص. چند نفرش؟ او یکی دیگه هم تنیه سیرش تازه. یادی علامت های هیئت افتادم، 1, 2, 3, 4 تا. حالا دوما چیکار کنم بالا؟ چرا نمیخندن حداقل؟ چرا همشون انقدر جدی شده بود؟ خب ولی واقعا خیلی سوال میدن که تو ذهنشون چی بود، ایدهشون چی بود، چیکار میخواستن بکنن که اینجور شد. بعدش خب یه اتفاق باید بیفته دیگه، شادی چیزی همینجا فقط رفتن بالا همدیگر نگاه میکردن. این زن اینجا چیکار میکنه؟ آه احتمالا زن نیست دیگه. چه شبیه اکبر عبدیه. شاباشم میگیره. چلل خالق چه رقصایی میکنم. وقتی زمان مردونه جورا باشه همین میشه دیگه، مردها واسه اینکه حوصله‌شون سندانه مجبورن که همچین کارو بکنن، یه زن فیک بیارن تو جمع. بچه این ویدیو وقتی من نیای کردم اصلا باور نمیکردم. نوشته که تماشا کردن سریال جومونگ در مجلس عروسی. بریم ویدیو رو ببینی؟ یا کنی همه دور تا دور اتاق نشسته دارن جومونگ نگاه میکنن. شاید بعضی بگن این چرا اصلا عروسی نباشه. آره منم که نگاه میکنم فکر میکنم که عروسی نباشه، ولی باور کنی وقتی زمان مردونه جدا میکنن اینقدر قسمت مردونه کسر کننده میشه که اینا دیگه گفتن آقا حرف نزنیم بشیم جومون نگاه کنیم. کیا تا حالا مثل من حتی چند ثانی از جومون رو نگاه نکنه؟ دستشون بالا. میخواد گروهن رو بندازه. به به بازم از عروسی ها. بچه مراسم از جزء سبک سنتی قدیمی واسه عروسی های توی هرمزگان. من قبلا نمیدونستم ولی خیلی عجیب غریبه دیگه. اینا اینقدر پر انرژی بودن اگه چند تا ژاپنی توی مراسم عروسی رو از همین حرکات اینا برق کل روستاشون رو میگرفت. وقتی میگن دیجه اقدس با قیمت کمتر میاد مجلس. چی بود نگاه کردی؟ واسه من نفهمیدم. همین که همونه تو عروسیتون سلام فرمانده بخونی یا خدا. بریم بریم بعدی. حالا بچه حال هوای خواستگاری اخواستگیراتون فیلم میگیرین؟ که دست بر نمیداره که بطخه ای میشینه ولی که ببین. بچه من این ویدیو چیزی نفهمیدم در کل. یه بنده خدایی فیلم خواستگاریشو گوشه. خیلی جالبه، من تا فیلم خواستگاری ندیده بودم. خب حالا با این کاری نداریم. یه چیزی که نکته‌ای که خیلی بهش دقت کردم جالب بود، نیاکای حتی روکش مبل واسه مهموناشون هم که من خواستگاری نکشیدم. بابا تو رو خدا یه ذره واسه خودتون زندگی کنین. دیگه کی می‌خواید اینو بکشین؟ دیگه خواستگارتونه که اومده لعنتی واسه اونم روکشو در نمیارین؟ دومات کو عروس
هستش؟ به ما چه؟ بریم ویدیو بعدی. با توشه یکی اتفاق میافته؟ حالشون رو خریدارم آره داداش تو هنوز نگرفته، راحت باش. هی میگم مقاله جلوم نباب که من دیوانه بشم، حرف ما باد تو حواس، هی من و سندت میکشن، یه سوگم دومیه بد اخلاق، چرا چشمت خاصه پشت ما را گناه نکرد که دل ما تو را خواسته، دست بردار از نمه قدار. حالش رو خریده بودم، خیلی خوب بود. پسرا مواظب باشن، خطر در کمین است. چی شد؟ داد به این؟ او؟ برعکس شد. پسر قیافش توی مایه بود که نه قربونت مرسی. تو عمل انجام شده قرار گرفت بدبخت. نمیشه، شرط سختیه، نمیتونی برینی به طرف جلو دوست و رفیقاش، نمیتونی قبول کنی یا چی؟ واقعا راست میگه، با مرا عجب گیری کردی. بچه رسیدیم به آخر ویدیو، مرسی که تا الان تماشا کردین. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. خدافظ.